آسیاب فیروز. بله قربان. کافی آماده است. هر موقع دستور بفرمایید برای انتقالش اقدام میکنیم. دوسیه‌اش حاضره. ولی کمی صبر کنه. مرخصی. خصوص حافیه. با خودتون کار دارم. چرا نمیشونید بانو؟ زیاد نمیمونم. چی میخواستیم بگیم؟ نکنه؟ نه. برای ملاقات با استاد حافی نیومدم. سرنوشت آخرین دیدار ما رو خیلی خوب رقم زد. راستش منم دیگهش مخالفتی ندارم با دیدارت. دیگه برای مهم نیست. با شواهدی که این آدم تو پروندهش داره تکلیفش روشنه. منم اونقدر بی‌رحم نیستم که نظرم شما باش خدافظی کنید. بعد میترسم تو اون دخمه از دیدنش خوشحال نشی. نیازی به دلرحمی نیست. حتی اگه شما هم اجازه بدین من دیگه حاضر به دیدارش نیستم. البته نه به اون دلیلی که شما فکر میکنین. اومدم بگم شرط و شروطتون رو قبول میکنم. فقط دیگه با پدرم و حافی کاری نداشته باشیم. بله بانم. امیدوارم شما پای حرفتون بایستید. من فقط کافیه یه نگاهی دوباره به شواهد پروندهش داشته باشم. من کاری ندارم چی کار میخوایم بکنین و راهش چیه. فقط باید با چشمای خودم ببینم که حافی داره از این در میره بیرون و در امانه. فکرم روشن کردم. فقط باید یه مدتی تو تبعید باشه تا آبا از آسیا بیفته. فردا صبح علتولو راهیش میکنم. کجا تبعیدش میکنین؟ ندونید بهتره. گماشاشم امروش میفرستم که ازش مراقبت کنه. خاطرتون آسوده؟ میخوام خیالم از جانب پدرمم راحت بشه. میدونین که تحملشو ندارم کوچکترین ناراحتیشو ببینم. بله بانو. اون مزخرفاتم از ذهن مرجان در بیارین. اون نمیتونه با این وحشت زندگی کنه. برخلاف چیزی که نشون میده عاشق پدرمه. تیمسار هم برای من حکم پدر و خویشاوند داره. منم برای رهاییشون از هیچ تلاشی مضایقه نخواهم کرد. بر ترتیبی ایشون هم از این گرفتاری خلاص میشن. دلنگران نباشید بانو. فقط دلم نمیخواد حافی، دلم نمیخواد چیزی بدونه. همه چیز همونطوری که تو دلت میخواد پیش میره. همه چیز. سلام و ارادت بنده رو به تیمسار ابلاغ کنید. بفرمایید امشب برای هر زدن خدمت میرسم. ما
پاسدار فیروز. بله سرنگ. با ترتیب تبیید آفیا بدیم. مگه قرار نبود دست نگه داریم؟ فکر کردم که شما میخواییم با دوسیهش بفرستینش محکم. میدونم قرار چی بود. کاری که میگم بکن. نظرتون اینه که کجا تبیید شه؟ این همی دهکوره. هرچی دورتر بهتر. جناب سرهنگ. کاری داشتی احتشام؟ جناب سرهنگ، مهلت تیمسار سر اومده. خواستم بپرسم جناب تیمسار خودشون میان یا ما میریم سراغشون؟ هیچ کدومش بازرس. چرا قربان؟ چراش بمونه برای بعد. خودم باید برم سر وقتش. یه کار نیمه تمام دارم که باید تمامش کنم. بازم تنها؟ اگه صلاح بود تو رو هم با خودم میبردم. تو این ملاقات من و تیمسار حرفایی داریم که باید تو خلوت گفته بشه. من بازپرس این دوسیه‌ام. چطور میشه بدون حضور من کسی با متهم صحبت کنه؟ چت شده احتشام؟ حرفایی منو داری به خود من تحویل میدی؟ فلحال من تشخیص دادم که تنها به دیدار تیمسار برم. یه چیزهایی هست که بعدا قراره متوجه بشی. اینقدرم حس وظیفه شناسی تا به رخ من نکش. جسارتاً نظرتون در مورد حافیم عوض شده؟ بله، برای اون کارم دلیل خوبی دارم. به کارت برس. این دلیل به خانم افشار مربوط میشه؟ چطور؟ قصد جسارت ندارم قربان، ولی لازم میدونم که قدری بیپرده با تون حرف بزنم. مدتیه که من متوجه نگاه خاص شما به دختر تیمسار شدم. اولش امیدوار بودم که این نگاه و میل گذرا باشه، ولی متاسفانه فکر کنم اشتباه کردم. مقدمه چینی نکن، اصل حرفتو بزن. من فکر میکنم که این میل و رغبت با توجه به اونچه که میونه شما و تیمسار هست براتون گرون تموم میشه. اگه فقط نگرانی و کنجکاوی نیست، باید بهت بگم که نگرانیت بیمورده. از قضا کنجکاوم بدونم این تغییر نظر یک باره شما درباره متهمای مثل حافی و تیمسار چقدر به خاطر این خانومه. از قضا منم میخوام اول بدونم که تو وقتی میدونی تیمسار قاتل نیست چرا بهش میگی متهم و عوض شدن نظر منو چرا داری به این خانم رب میدی؟ باشه، حافی چی؟ نکنه اونم واقعا قاتل نیست؟ اگه غیر از این بود که شما میفرستدینش محکمه و به تبعیدش راضی نمیشدین. با من سرشخ نشو احتشام. نه به خاطر این که موافقتم. بهت گفتم چیزهایی هست که تو در جریانش نیستی. حالا به جای اینکه از من بازجویی کنی بهتره بشینی گزارش اعترافات شهاب رو تنظیم کنی. به کارت برس آقا. الو تلفن چی؟ وصل بکنید به دفتر تیمسار سپهبد جهانی. بله. الو جام تیمسار. ببخشید که مسلی و اوقات شدم. امر مهمی پیش آمد کرده. اگه
اگه شهاب اعتراف کرده چرا برای دستگیری پدرم هیچ اقدامی نمی کنی؟ یا همین الان یه چیزی بگو جای شک و شبهه برام باقی نمونه، یا بذار خودم بیام اونجا با شهاب روبرو بشم. تو چرا آروم نمیگیری؟ من سر فرصت به کارام رسیدم. تو جای من باشی آروم میگیری؟ من حتی نمیتونم یه لحظه هم تو اون خونه بند بشم. تا وقتی پدرم اونجا باشه پامو اونجا نمیذارم. اگه واقعا گناهکاره چرا دست رو دست گذاشتی؟ من هنوز به حرفای شهاب شک دارم. تا اعتراف مکتوب ازش نگیرم نمیتونم تیمسار مملکت رو کت بسته بندازم تو زندون. اگه دلیل و مدرکم محکم نباشه هم قطاراش 4 روزه درش میارن. چند روز فرصت میخوام برای تحقیقات کامل. من میخوام 4 میخ این دوسیه رو محکمش کنم و هیچ جای شک و شبهه‌ای برای کسی نذارم. تو هم بهتره آروم باشی، آرامشت رو حفظ کنی. واقعا دیگه دستم به جایی بند نیست. اون راهی هم که شما پیش پام گذاشتین به در بسته خورد. شک ندارم از مصروفیم به ضرب و زورم که شده اعتراف گرفته. سپند و شمشیر رو از رو بسته. من همه امیدم به شماست. امید تو این باشه که بتونیم تو محکمه بیگناهی تو ثابت کنیم. سپند تو میدونه اگه پام به محبس برسه هیچ آبرو اعتباری برام توی ارتش نمیمونه. بنابراین سعی میکنه هرچی توش و توان داره به کار ببره تو از خلاصی مونند کنه. متوجه نگرانیت هستم، ولی گفتم که تنهات نمیزه. بر سر دوراهی عجیبی منو قرار داده. توی همچین موقعیتی خواهان ازدواج با دخترم. میدونم اگه باش مخالفت بکنم زهر خودشو میریزه. یعنی چه؟ یعنی اون دخترتون رو خواستگاری کرده تا شما وقاحت رو از حد گذرونده؟ طوری که علناً میگه در ازای ازدواج با دخترم از اتهام من چشم پیشی میکنه. عجب. بارها درباره این مردک بهتون هشدار داده بودم. میدونید گرفتار چه مخمصه‌ای شدم؟ دلم میخواد گردن این مردیگه رو خورد کنم. آروم باشین، آروم باشین. با کسی که از هیچ کاری برای رسیدن به مقصود ابایی نداره باید مثل خودش عمل کنین. میفرمایید من چه کنم؟ دخترم وجه المصالحه قرار بدم؟ اگر این کار باعث میشه که یه کمی آروم بشه درنگ نکنین. از شما انتظار یه همچین حرفی رو نداشتم. با همه زندگیت بازی کرده، تو هم باش بازی کن، روی خوش نشون بده، برای خودت فرصت بخر تا بتونی از این تنگنا بیرون بیای. تا در اولین فرصت هرگز زیر باری همچون خفتی نمیرم. شاید این بهترین راه نباشه، ولی اینجوری برای یه مدتی میتونی برای خودت زمان بخری تا دفع شر کنی. در افتادن با این مردک کم عواقبی نداره. امروز گناهی قتل به گردنت افتاده، خدا میدونه که فردا با آوردن 4 تا شاهد و مزدور چه نسبتهای دیگه ای بهت بده. مشارکت در توطئه، همکاری با دول متخاصم. به هر حال گزاری که میبینیم گنده تر از من و شما هم نتونستن از شک و شبهه و اتهام تأمینات جون سالم به در ببرن. حساب کار باید دستت باشه دوست من. مرجان درو باز کن.
کن. تو الان باید اینجا باشی؟ مرجان من بهت احتیاج دارم. بیا بریم خونه. نه ماهور، من حاضرم هر کجا باشم جز اون خونه. نمیخوام چشمم به چشم پدر بیفته. باورم نمیشه حرفای سپن تو رو قبول کردی. تو هنوز اون آدم رو نشناختی. نه اینکه پدر خودم خیلی خوب شناختم. خواهش میکنم تو دیگه ازش دفاع نکن. اگه میدونستی سپن تو چی تو سرشه حتما به حرفش شک میکردی. یه جوری حرف میزنی انگار خودت میدونی چی تو سر سپنتا میگذره. آره میدونم، بهتر از هر کسی میدونم چه نیت پست و پلیدی داره. اون دنبال قاتل روزبس، چه نیت پلیدی آخه؟ آره اگه به چشم طمعی که به من داره نشه گفت نیت پلید. حتی اگه چشمش هم دنبال تو باشه دلیل نمیشه در مورد قاتل روزبه اشتباه کنه. مرجان اگه بدونی بیشتر از این حرفاتو میخواد با من ازدواج کنه بازم همین حرفو میزنی؟ باور نمیکنم. چرا باور نمی کنی؟ این که از اتهام قتلی که به پدر زاده عجیبتر نیست. چرا فکر نمی کنی همه ای کارای سپنده به خاطر همین باشه؟ ببین ماهور، من همین جوریش هم دارم از پا می افتم. تحمل این یکی رو دیگه ندارم. کجا میری؟ میرم سراغ سپنده ببینم چه غلطی داره میکنه. بچه نشو، خودت میدونی با یه دروغ دیگه دوباره از سر بازت میکنه. واقعیت از من بشنو. پدر اگه واقعا گناهکار بود سپنتا حاضر نمیشد به شرط ازدواج با من ازش بگذره. یکی دیگه واقعا باور نمیکنم. به هدفشم رسید. من برای نجات پدر و حافی به این ازدواج نفس گردن گذاشتم. تو دیوونه شدی؟ شایدم دیوونگی نیست و کار عاقلانه همین باشه. خودتو اگه روز به زنده بود و برای نجاتش فقط یه فرصت داشتی دست رو دست میذاشتی و هدرش میدادی؟ معلومه که نه. اگر این کارو میکردی تا آخر عمر خودتو نمیبخشیدی. ماهور من که دیگه همه چیمو از دست دادم. اگه تو هم سیاه بخت بشی من یا میمیرم یا کارم به دارالمجانین کشیده میشه. حالا اگه پدر بیچاره بیفته زندان یا کینه ای سپنتا حافی رو بکشه پای چوبه دار وقت منم که دیوونه میشم. پایین ازدواج بیمعنی حداقل پدر قربانی کینه ای سپنتا نمیشه و حافی هم نجات پیدا. اگه خواستی حرفایی که راجب سپنتا بهت گفتم با چش خودت ببینی بیا خونه. خونه چه خبره؟ خودت بیا ببینی بهتره. ماهور خانم. آقا نعمت سلام، اینجا چی کار میکنی؟ شرمنده آغازت گفتن نیستی موندم بلکه بیان. اومدم خدا حافظی. دلم نیومد از پشت تلفن خدا حافظی کنم. نمیدونم خبر تبعید رو شنفتیم یا نه. بله آقا نعمت، خبرهای بعد زود میرسه. منم با حافی راهی تبعیدم. خب این هم سرنوشت و قسمت من و استاد. افسوس چه خیالاتی داشتی شما
چه روزایی داشتی. بمیرم الهی، تازه داشت زندگی روی خوششو با آفی نشون میداد. باز جای شکرش باقیه که به تبعید ختم شد و استاد سر سلامت به در برد. الهی شکر که شما کنارشی، تو تبعید تنها نیست. مراقبش باش، نظر خیلی غصه بخوره. چشم کن، چشم. میدونم این دوری چقدر برای شما و حافی سخته. خانم، امیدی هست شما بیایی اینجا استادو ببینید؟ نه، نه آقا نمت. شاید اگر من نبودم این همه دشمنی به استاد نمیشد. شاید به خیر و صلاحشه که منو فراموش کنه و به زندگیش برسه. چی میگی خانم؟ نعمت برو، برو تا جلوت نزدم زیر گری. چشم خانم، چشم. قصه نخوری، امید تو با خدا باشه. سلام خانم جان، چی شده؟ هیچی، پدرم خونه هست؟ بله خانم، مهمان داره. کی مهمونش؟ جناب سپهبد جهانی. خودم خدمتشون برسم و مورد شما رو شخصا بهشون اطلاع بدم، ولی باید زمان داشته باشم. فعلا که زمان برای من متوقف شده. این وضعیت رو میشه عوض کرد، به شرطی که شما میکمی نرمش به خرج بدین. اصلا حتی نمیتونم بهش فکر بکنم. در تقدیر در حال حاضر کاری از اصلا بر نمیاد. دلگیر نباشین. میفهمم. خواهش میکنم، زحمت نکشید. بذار یا کمیسا رو مشایعت کن. بله. کجا رفته بودی؟ سپهبد چرا اینجا بود؟ شما هیچ دخلی نداره. گفتم کجا رفته بودی؟ نمیتونم ببینم، به خاطر این گرفتاری داریم به دست و پای این اون میفتین. من به دست و پای هیچ کس نیفتادم. ازت پرسیدم کجا رفته بودی؟ این نامه یعنی چی؟ نکنه رفتی سراغ اون مردک؟ قول بدین عصبانی نشین. باز رفتی؟ چرا سر خورد بدون صلاح و مصلحت با من رفتی پیش اون مردک؟ چی بهش گفتی؟ چی بهت گفت؟ من پیشنهاد ازدواجش رو قبول کردم. تو چی کار کردی؟ عقلتو از دست دادی؟ اصلا باورم نمیشه. اون ازم خواستگاری کرد، منم قبول کردم. همین. مرسد کن. نمیذارم، نمیذارم زندگی و جوونی تو به پای اون مردک تباه کنی.
حرفا و تهدیداتش باور نکن. من خودم به این مسئله خاتمه میدم. چطوری؟ چطوری پدر؟ نمیتونم همینجوری بشینم دست رو دست بذارم تنهاییتون رو ببینم. من برای اینکه یه لبخند رو لبتون بیاد حاضرم جونم هم بدم. به چه قیمتی؟ ها؟ به چه قیمتی؟ کدوم پدری راضی به فنا کردن زندگی بچهش میشه؟ ماهور عزیزکم نترس، من هیچیم نمیشه، نگران من نباش، به من نگاه کن، به دیگه به من نگاه کن. اگه قرار باشه به خاطر این زندگی یه مو از سر تو کم بشه، ترجیح میدم هزار مرتبه بمیرم. نه پدر، دیگه این حرفو نزنین، خواهش میکنم دیگه این حرفو نزنین. نمیذارم خودتو نابود کنی. تو رو به خدا بیشتر از این رنجم نده. من انتخابم کردم، راضیم، به خدا راضیم. ماهور، این چی میگه؟ ماهور، من میدونم چرا میخوای با این مرد ازدواج کنی. تو فدای اونایی میکنی که دوستشون داری، اما هیچ فکر کردی که اونایی که دوستت دارن خوشبختی تو میخوان؟ اگه من نبودم هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. درسته که با فداکاریت داری کاری میکنی که پدرت زندان نره، پس اون استاد نقاش چی میشه؟ چه جوری میتونی پا رو دل خودتو اون بذاری؟ چرا با زندگیت این کارو میکنی؟ خب بهتر از اینه که سرش بیگناه بالای دار بره. قرار نیست که باره همه این پریشونی ها رو دوش تو باشه. این انصاف نیست. بس آرزوهای تو چی میشه؟ آرزوهای ما چی میشه؟ ماما خواهش میکنم آروم باش. من این سرنوشت رو قبول کردم. چطور میتونی خود تو راضی به ازدواج با آدم بکنی که تو رو وادار به این انتخاب کرد؟ من با این دردی که دارم کنار میام. دیگه تحمل ناراحتی تو پدر رو ندارم. ماما لازمه به حرفایی که میخوام بزنم گوش کنی. خواهش میکنم، ازت میخوام نذاری پدر کارو از اینی که از بدتر کنه. اون الان تحت فشار، حالش دست خودش نیست. میترسم اتفاق بعدی بیفته. ازت میخوام که بریم باهاش صحبت کنیم. بهش بگی که فردا اون سپنتا، فردا سپنتا میخواد بیاد اینجا، که میخواد بیاد اینجا که حضرت والا، حالا که قاتل پیدا شده و قلبتون آروم شده دیگه اینقدر حب نخوریم. قاتل پیدا شده ولی تا به سزاش نرسه قلبم آروم نمیشه. جناب سامسام، سرنگ سپنده تشریف آوردن.
قربان جناب سپنتا. سلام، روز بخیر قربان. تیمسار رو گرفتی؟ هنوز نه امو جان. یعنی چی هنوز نه؟ اصلا چرا گذاشت اون روز بره؟ دیگه چیزی برای دستگیری تیمسار تو دستم نیست. شهاب شهادتشو پس گرفت. خب پس بگیره. تو چرا باید دست از تیمسار برداری؟ مگر اون پسر بیمرامو نمیشناسی؟ همش داره با ما بازی میکنه. لابو تیمسار رو داره دستش هم با پیغام و تهدید وادارش کردن که حرفشو پس بگیره. تو چرا گولشو میخوری؟ عمو جان من بهتون قول میدم هر طوری که شده قاتل روز برا گیر بندازم. امروز برای یه کار دیگه یه خدمت رسیدم. چه کاری مهمتر از این؟ خیلی با خودم کلنجار رفتم که این کار رو بی اطلاع و نظر شما انجام بدم، ولی نتونستم. شما تنها کس و کار منی دارم. همیشه منو زیر پر و بالتون گرفتین. من تو این خونه پا گرفتم. ای بابا دست از این تعارف خود بردار. اصل حرف تو بزن. میدونم حوصله طول و تفسیر نداری. اصل حرفو میگم. حالا که فهمیدم تیمسار بیگناهه میخوام باهاش قمخیش بشم. و اگه شما اجازه بدین با ماهور دختر تیمسار ازدواج کنم. چه غلطی بکنی؟ گفتی میخوای با دختر اون قاتل ازدواج کنی؟ همون یه بار گفتنشم برام آسون نبودم اونجا. مردی که یه احمق، درست روزی که باید دست قاتل روز بره تو دستم بذاری اومدی از ازدواج با دختر تیمسار میگی؟ اونم با کی؟ خواهر مرجان، دختری که روز به جوون مرگم میخواست. منو ببین دل به کی بستم. تو از همون اولش هم دنبال قاتل پسرعموت نبودی، فقط میخواستی از این نمد کلاهی برای خودت درست کنی. عمو جان. عمو جان مرگ. به من نگو عمو جان. قاتل روز به شهاب. عمو جان اینم اعتراف نامش. دروغ میگی. اینم از کلکاته. تو از بچگیت حق باز بودی. همیشه این روز به عزیزمو گول میزدی. الان همون طوری، درست این همون روزا. باشه اگر من قبول نمی کنی خودت بخون. از کجا معلوم به زور ازش نگرفته باشی؟ حالا که یادت پیش دختر تیمسار گیر کرده و یابو برای داشته که بخوای باش فامیل بشی، باید به فکر خلاصیش باشی. یاد رفته به خاطر خونخواهی روزبه بود که به این مقام رسیدی. امو جان شهاب قاتل روزبه. چهار خط از این اعترافنامه رو بخونید. کار خودشه. مولای درزش نمیره. نه عمو جان. نه اون پسر بیرحم و بیشرف نمیتونه این همه مدت ما رو بازی داده باشه. نه. اصلا باورم نمیشه اون پسر بتونه روز بره بکشه. مرگ روز به برام سخت بود. نه دیگه این یکی رو دیگه نمیتونم تحمل کنم. خودم میکشمش با اسلحه روز به میکشمش. عمو جان چیه؟ میترسی من بمیرم؟ من مردم. خیلی وقته که مردم. تو کور بودی و ندیدی. عمو جان دست تو بکش. عجل چشم دور شو. همه تو برید بیرون. همه تو برید به درک. بلم کنید. آروم باشی. برای حالت تو خوب نیست. بلم کن.
بذار به حال خودم بمیرم. گمشید همه تو گمشید، برو بیرون. اجازه بدید براتون بیارم. خانم. بله. به سمسان بگو اگه اتفاقی برای عمو افتاد خبرم کنم. چشم. شب از این خونه بره. منم باهات میام. کجا بری؟ تو هم مثل روزبه به حرفم گوش نمیدی. وقتی زمین و زمان علیه ما بودن بهش گفتم بریم جایی که دست هیچ کس به همون نرسه، ولی به هم گوش نداد. مثل تو اگه گوش کرده بود الان زنده بود. زنده موندن حافی و در امان بودن پدر برام کافیه. نمیخوام زیر حرفم بزنم. عشق یک